به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. تا حالا به اهمیت مدیریت زمان در زندگی فکر کردین؟ اصلا تا حالا شده به خاطر کم آوردن وقت شکست بخورین؟ ما توی این مسابقه سعی میکنیم از تک تک ثانیه هایی که در اختیارمون قرار میگیره استفاده کنیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. عرض ادب و سلام خدمت همه شما عزیزان و گروه محترم داوری. خیلی خوش اومدید آقایون. بینندگان عزیز، با یک فصل دیگه در خدمتتون هستیم، فصل هفتم. امیدوارم که شاهد رقابت‌های بی‌نظیری باشیم. دوستان اینجا نشستن، قراره دور معارفه رو شروع کنیم. یک دور صحبت می‌کنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. سلام دوستان، خشایار جنگجو هستم. امیدوارم بازی قشنگی رو داشته باشیم. دوستانم اتهام بزنم با آقای سعید، با آقای یاشار و آقای حامد. دوستانم صحبتاتون رو بشنوم، به خصوص آقای سعید. حس میکنم شما مافیای بازی هستی و اینکه بنده شهروند بازی هم. لطفاً سمت من نیاین. بچرخ. بفرمایید. به نام خدا، محمد رضا سعادت نژاد هستم از شهرستان بابل. زن اول بنده آقای سعید، زن دوم بنده آقای پوریا. خشایارم که حمایت میکنم روز اول. بفرمایید. سلام دوستان، پارسا هستم. توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید. شاعر میگه نون و پنیر و کلوچه، بی ماسک نرو تو کوچه. ببین شماره 8 گاردت بسته است واسه من، خب؟ ولی شماره 2 تام استرس داری. شب شب چش باز کنی با 8 بهش اتهام نزن. مرسی. بعدی. بفرمایید. خب سلام. امیرحسین شهرتون هستم. آخه شما از الان دستت گرفتی اینو. چرا باختی خودت؟ من شماره اینجوری گرفتم. یه مافیا دارم رم شمایی، شما میری بیرون تکلیف من توی این شهر روشن میشه، درسته؟ قبول داری خودت؟ درسته. بفرمایید. خب سلام دوستان، سعیدم یک مافیا، کارم بر گرفتنه. دروغ بگین یادتون بره، غیر از روز معارفه استدلال نیارین، با یارامون میریم بیرون، هدایتتون میکنیم بیرون. اوکی، زنای من آقای شماره 10، 9 و شماره 1 دارمت. بفرمایید. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. زن مافیایی بنده شماره 7، شماره 9. بفرمایید. خب الهی به توکل نام اعظم. سلام دوستان، یاشارم، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. از مشهد اومدم، چیزای جدید یاد میگیرم. آقای پارسا، شماره 8 با شماره 2 چش باز نمیکنه، شما با شماره 2 چش باز میکنی. فردا برام حستو توضیح میدی. شماره 10 با شما دو تا. بفرمایید. سلام دوستان، پوریای بازی هستم. آقا امیرحسین، هم من لایکمو دستم گرفتم، هم لایکتو دستت گرفتی، تایید و عدم تایید و... هم ایشون چه دلیل مسخره ایه. فعلا زن من شماره 4. متشکرم. بفرمایید. سلام دوستان، حامد هستم. خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. ببین، شما اومدی شهروند نمایی بازی کنی، شما آقای 5، شما مافیایی بازی هستی. شما روز اول پا شدی آقای خشایار رو حمایت میکنی، شما هم میشین مافیای دوم من. بذار صحبتاش بشنویم، یه 30 ثانیه دیگه صحبت کنه بعد. متشکرم. به نام خدا، متین هستم از شهر زیبای خدا اصفهان. ببین شماره 2، شماره 6 و شماره زنای مافیایی منم. ببین شماره 4 امیرحسین بازی رو دوست نداشتم. ببین شما اگه یه درصد هم شهروند باشی، احتمال میدی که ایشون شهروند باشه. بعد متشکرم. همه عزیزان از شهرهایی که اومدن معرفی نکردن. از اصفهان داریم، مشهد داریم، بابل، شهر دیگه ای؟ مازندران، سوادکوه. سوادکوه. خیلی خوش اومدید. شما هم شاه عبدالعظیم. خیلی خوش اومدید. امیدوارم که شاهد یک رقابت فوق‌العاده باشیم. صحبت‌های دور معارفه رو شنیدیم آقایون. گروه محترم داوری، نظرتون چیه راجع به این رقابت؟ پدرام. سلام، خیلی خوشحالم که دوباره با یه فصل جدید در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. امیدوارم که یک شروع جنجالی داشته باشیم برای فصل هفتمون. موفق باشین تک تکتون. ممنونم. نوید. سلام به همه، خیلی خوشحالیم که با فصل هفتم هم در خدمت شما هستیم، هم مهمون خونه‌های مردم هستیم. امیدوارم که بازی جذابی باشه، این حجم استرس یک کم کاهش پیدا کنه تو روز اول. موفق باشین و سر بلند. متشکرم نوید. آقای صادقی، فصل هفتم هم متاسفانه در خدمتتون هستیم. نظرتون راجع به این رقابت؟ به نام تو آغاز میکنم که خدایی، بله متاسفانه در خدمتتون هستیم آقای نورایی. حالا ایشالله از فصل‌های بعدی من اونجا میشینم. خوش آمد میگم به همه. امیدوارم فصل خیلی خوبی باشه.
و میبینم که شروعش احتمالاً پرقدرت من یه 7-8 ماه درگیر اینم که این ماسکو میزنم شیشه اینکم بخار نکنه. نمیدونم چه جوری راهشو پیدا کردیم به ما هم بگین. چشم. متشکرم. ممنون. آقای سینا. به نام خالق زیبایی ها سلام. امیدوارم که بازی اولمون پر انرژی و با شور و هیجان شروع بشه. جایی کش این ماسکا همچنان اذیت میکنه از مدیر تولید، میخوایم فصل 7 شد اینا رو عوض کنه. مرسی. متشکرم سینا، ممنونم از صحبت کارشناسانت. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده. معرفی میکنم رئیس مافیا، مذاکره کننده مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره پوش بخوابه. تک تیرانداز هم بخوابه. با الامن روز میشه و شهر بیدار. گروه مافیا یاراشون رو شناختن. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم و مروری خواهیم داشت بر نقش هاشون. یک دور صحبت میکنن دوستان، 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفهمید. خب چالش خیلی زود با آگاهی رسیدین. آیا شماره 9 شما با شماره 2 تا اتهام زدی دیگه، درسته؟ گفتی صبر کن حرفای منو بشنوم. من صحبت کردم بهشون، بعدم از صحبت کردم حرفت مشکوک بود. خب ولی سر اتهامت با آقای سعید واسه من یه ذره شرح. آقای سعید من با یارم میریم بیرون، خودت قبول کردی. آقای سعیدو ببین گرفتم بنده. آقای سعید به قط مافیا بازی. خیلی زود بود هلشی اینجوری بخوای صحبت کنی. به نظر من شهروند نمایی هم نکرد، قشنگ ریخ بیرون خودشو. متشکرم. نفر بعد. خب ببین آیه شما نو، من خشایی رو پیدا کردم. شما چرا دردت میگیره؟ من از شماره 8 میام پایین. سعید همچنان زن منه، اما شما از شما شماره 9 قطعا یه مافیا در میاد. شما سناریوی بیرونتو آوردی اینجا هم داری بازی میکنی. من فکر کنم داری شوخی میکنی دوست من. نکست. بعدی بفرمایید. چالش دوستان صحبت کن. آقای یاشر. آقای محمد رضا شماره 2 بلند شدی تو یارات آقای خشایار رو ندیدی، میگی به شماره 9 که تو ناراحت شدی که من خشایار رو شهروند میدونم. شماره 2 100% مافیا، رو همین حساب شماره 1 برای من شهرونده. ببین دوستان یه نکته هستش، دقت کنی. چرا اتهامت از شماره 8 برداشتی؟ چرا باز چش باز کردی؟ من بهت گفتم چش باز می‌کنی بهش اتهام نزن دیگه، ولش کن. ببین آقا یاشا چرا صحبت نکردی در موردش؟ اگه دو مافیا 8 تا مافیاست، حتی چالش هم نمیگیره به ما صحبت کنه واسم. نه تو مافیایی نه دیگه، 8 مافیا 2 مافیا فعلا. بفرمایید دوستان. چالش صحبت کن. صحبت کنم. ببین یه چیز عجیب، چرا هم شماره 9 رو کردی مافیا، هم امیر حسین شماره 4 رو بلند شد بهش اتهام زد؟ این خیلی عجیب بود. خب دوستان در مافیا بودن شما همین بس؟ شما بلند میشی قبل از معارفه یه دونه به 9 میزنی، مخاطبتون اعلام کنید بیا شماره 2 یه هدف به شماره 9 میزنه، بعد به منی که قد دارم شماره 9 میگم شما زن مافیایی منی، شما هم منو مورد هدف قرار میدی هم ایشونو. شما چی میشی این وسط؟ خودت هم قبول داری؟ ولی من همچنان رو تو هستم، از تو پایین نمیام که. شما میری بیرون، من تکلیفم با شهر روشن میشه. بفرمایید دوستان. چالش شما صحبت کن. خشایار زد و نقیز. تو هم زد و نقیزی یا
ببین یه نفر رو بلند شدی ترم معارفه اتهام زدی، هنوز نمیخوای ولش کنی، بعد میگی سوتی گرفتی، باز میگی شماره 9. ببین خب میگی این مافیاس داره به اون میزنه. خب عجیب نیست؟ خب ببخشید دوستان، آقای خشایار از تناقض صحبت میکنه، درسته؟ اگه اشتباه نکنم یکونم از دوستان هم به ایشون زن زد هم به ایشون، درسته؟ قبول دارین حرفو؟ در صورتی که ایشون به آقای شماره 9 اتهام زده بود، آقای شماره 9 هم به من اتهام زده، چجوری شما جفت ما رو مافیا میدونی اگر اون استدلال درست باشه؟ استدلال خودتو نقض کردی عزیز من، به قد یک مافیا، مافیای دوم دارم ها، ولی میخوام حرفاشو بشنوم. آقای شماره 8 چالش برای شما امیرحسین، قبل من صحبت کنم در مورد شما صحبت. بفرمایید. بله آقای شماره 8، من یه تارگت روز معرفی اتهام. یه اتهام معذرت میخوام، یه اتهام به این آقا زدم، شما چرا سری خودت انداختی وسط؟ مگه از نقشم میدونستین چی نقشتون؟ اطلاعی داشتی؟ شما با این گارد وسط برای من مافیایی. آقای امیرحسین، آقای شماره 2 بهترین حرفو زد، شما سناریوی بیرون بازی رو دوباره کشوندی همینجا و اونم ولش نمی‌کنی. الان چون بهت گفتن شما شماره 9 ول نمی‌کنی، گفتی یه دونه بزنم به شماره 8. شماره 8 برام هم مافیا، میدونی چرا؟ چون ترم معارفه همه در مورد شماره 8 حرف زدن، الان اصلا اسمش نمیاد. شماره 9 و شماره 8. چالشم برای آقای خشایار، اول خودم صحبت می‌کنم دوستان. یه مافیای 100 دارم، شماره 3 آقا پارسا 100% مافیای بازیه. آقا عدم تایید نذار، شماره یک شهروندی آقای خشایار، ول کن آقا سعید و جفت شهروند، فقط آقای پارسا. الان آقای پارسا برداشت گفتش که شماره 28 مافیای بازی هست، ایشون گفت شماره 8 برای مافیا میشه چون اسمش نمیاد، عدم تایید گذاشت. بعد دیدی بابا سوتی دادم که بعد عدم تاییدش گذاشت تایید، آقای پارسا مافیا. خب آقای سعید، اولین سوتی رو شما دادی، مگه شماره 9 تو ترنی که مافیا هم دیگر رو دیدن بیدار شدن صحبت کرده بود؟ ببین این حرفی که شما میزنی مال ترن 1 و دور 1 بوده که مافیا هم دیگر رو نمیشناختن. نوبت 1 چالش هم برای همیسیم بعد من صحبت کنم. ببین کسی که دروغ وارد بازی میکنه برای من 100 مافیاه. ببین ایشون درباره من صحبت کرد، گفت از من اومده پایین، مخاطبتون من تارگت شماره چند؟ شماره 2، شماره 3 به من تارگت زد، شماره 4 هم به من تارگت زد. خب کسی که اتهام زد به من، کسی که دروغ وارد بازی میکنه 100 مافیای بازی. ببین انقدر دلیلاتون مسخره است که اصلا من لازم نمیبینم چالش بگیرم. آقای صبر چالش داشتم. بفرمایید. آقای شماره 7، شما دو تا شهر 100 داری؟ دو تا شهر 100 داری؟ یه ذره مشکوک نیست به نظر خودت سبک بازیت؟ آقای شماره 7، شما مافیای بازی. بفرمایید. دوستان یه دلیل دیگه برای مافیا بودن آقا پارسا. آقا پارسا میگه که شماره 2 علناً تو روز روشن اومده یارشو گفته که من اتهامم از رو تو برمی‌دارم. یعنی شماره 2 اینقدر مبتدیه که جلو همه بگه میخوام 8، بعد شما جفتو میذاری توی تیم. آقای پارسا مافیاست دوستان، اعتماد. اعتماد کنی. تمام. امیرحسین شهری تو؟ شهروندی؟ خیلی به من داری اتهام میزنی. ولی الان 4 تا مافیا واسه من معرفی کردی، یکی 2، یکی خودم، یکی 8، یکی 7. نمیشه 3 تا مافیا داریم تو بازی، نکن همش نزن. اگه من مافیاتم بگو من مافیاتم، این مافیاته بگو این مافیاته. ولی تو 4 تا مافیا معرفی کردی، تو الان واسه من مشکوکی، 5 مشکوک، 3 هم الان واسه تا حدودی واسه من مشکوک. متشکرم. نفر بعد دوستان چالش برای شماره 6. ببینید شماره 5 تومی که هر کی حرفاش یادش بره مافیاست. ببین خودت حرفات یادت رفت مافیای عزیزم. ببین شماره 4، شماره 8 اومده از 9 دفاع نکرد در مورد صحبت که منم اومدم، چرا من اسم نبردی؟ ببین این حرکت شما مشکوکه. خب شماره 7 این همه حجم از آگاهیش داره اذیت میکنه شهر را. یه چیز بگم، آگاهی زیاد نداره، شاید به خاطر شهروندی داره جلز و ولز میکنه مافیا نبره این یه. اما شماره 8 اصلا گیریم، من الکی به شما گفتم مافیا، چرا فقط برای من توضیح دادی؟ چرا از کل صحبت خودت برای من توضیح بدی؟ میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای خشایار، محمد رضا، پارسا، امیر حسین، سعید، علی، یاشار، پوریا، حامد، متین. بفرمایید بشینید. من گفتم شماره 4 و شماره 9 یک دونه مافیا پیدا میشه.
هم به شماره 4 رأی دادم، هم به شماره 9، شماره 5 هم رأی دادم. زد و نقیض رو داره آقا امیرحسین بازی میکنه. روز اول از بیرون استیج یه نفر رو گرفته، امروز هم داره ادامه میده. دوست من نمیشه که شماره 9 هم احتمال داره مافیا باشه، چون جواب چرا براش توضیح میدی اگه مافیا نیستی؟ چرا براش توضیح میدی؟ داری توضیح میدی براش؟ قطعا بین شما و شماره 4 یک دونه مافیا در میاد. بفرمایید. خب نگاه کن آقای شماره 2، بنده شهر بازیم. خب شهر بازی نیستم که، شهر بازیم. مافیا گرفتم مافیا میدم بیرون. تو سعی بنده شما رو مورد حضر آقای شماره 9 میگم شما مافیایی. شما میگه امیر حسین شهری؟ چی شد؟ کجای مافیا زدم که من اومدم تو رای گیری؟ آقا دو تا رای آورد آقای شماره 9، کجای ما؟ بعد من مافیای بازیم؟ چه جوری بازی میکنی آقای شماره 2؟ بفرمایید. ببین آقای شماره 2، شما جفت میذاری تو یه تیم. ببین میگی هم 4 مافیاست، هم میگی 9 مافیاست. ببین این حرفا زدی. ببین آقای خشایار، شما در مورد من صحبت نمیکنی ولی به من رأی میدی. ببین از بین آقای خشایار و محمد رضا 100 یه مافیا در میاد. دوستان دقت کنید، روز اول شهروند مطمئن نیست، دست شهروند تو جیبش. هر 3 نفر بیستید لطفا. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای محمد رضا، امیر حسین، متین. بفرمایید بشینید. هر 3 سابقه دار به حساب میایین. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. کارگاه بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. فایل آمن. روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3. پارسا خسته نباشی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. بس کشته شده یک شدم مثل سری پیش. نامردیه یه مقدار نه؟ خیلی نامردیه. حسام فکر کنم درست بود. 8 ببین اصلا یه جوری بازی میکرد، دنبال دلیل بود به نظر مافیا بود. 9 خیلی استرس داشت ولی به سمتش نرفتم. 2 هم به نظر من تمام کاراش مافیایی بود. من تا چه حد درست بود حالا، ولی 2 و 8 هم به نظر مافیا 100 بود از نظرم. 2 و 5 هم گفتم مثلا دستاش داشت مهم بود که رأی میده، خاصه که بندازه بیرون فقط. ولی خب دزورم زدم نشد. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. چالش برای آقای خشایار صحبت کن. خب آقای یاشار، نظرتون راجع به شماره 3 که از بازی الان بیرونه چیه؟ خیلی استرس داری، خیلی داری اونو تکون میدی. استرست به منم داره منتقل میشه. نظرت؟ ببین شما یه اتهام زدیشون بیرون شهروند بوده. باید توضیح بدی. خب ببین آقای خشایار، من میخوام اون قسمت کشته شبو بگم. ببینید کشته شب آقای سینا بود که الان بندازن روی آقای یاشار. ببین شما انداختی، شما چالش گرفتی انداختی روی آقای یاشار. ببین من هنوزم به شماره 2 حس خوبی ندارم. برای چی روز اول به شما گفت شهروندی؟ ببین شما دو تا مشکوک داریم بازی میکنی که 100 مافیا بینتون. من باید رأی بدی امروز. تو صحبت. من صحبت. ببین آقای شماره 9، شما بلند شدی حتی موقع رأی گیری شماره 10 اینجوری رأی دادی. یعنی چی این لرزش دستت؟ یعنی چی شما مافیا چرا نمیخوای قبول کنی؟ یارات هم دیگه نمیخوان نگرت دارن. بفرمایید.
امیر حسین این همه که به من میزنی نکن، تو به من اتهام زدی، من کشیدم کنار، این حرکت حرکت شهروندیه ولی تو هنوز هستی، نکن تو واسه من میشی مافیا. ولی تیر شب شماره 3 بود، شماره 3 دو تا اتهام داشت، 2 و 8. من میگم این دوتا باید بیان بالا. یعنی من یه یار ندارم، به دستم خشکید آقا جون. من میگم شماره 9 یک بار گفتم آقا، یک بار خشایار گفته شما این دوتا رو میذاری توی یه تیم، میگم قطع به یقین بین ایشون. متشکرم. چرا بلند میشی بهش توضیح میدی؟ چرا؟ بابا بی خیالی، بذار تارگتشو بزنه. اتهام. شهروندی بذار تارگتشو بزنه. اتهام. دیگه اتهامشو بزنه، انقدر توضیح نده بهش، تو میشی مافیا. من هنوز رو شماره 6 و شماره 9 هستم. شماره 9 که الان چالشم برای شماره 5 چون صحبت نکرده. اول شما صحبت کنید بعد من صحبت. خب مرسی، ممنونم که چالش دادی. آقای خشایار چالش میگیری درباره سناریویی که شب کشته شد حرف میزنی؟ نه، شما به شماره 9 میگی برای چی دستتو برای شماره 10 آروم آوردی بالا، ولی به شماره 10 نمیگی مافیا؟ چرا؟ جفتشون بس مافیان دیگه. چرا تو توضیح میدی، هیچ حرفی نمیزنی، اتهام نمیزنی؟ مافیات کو؟ شماره 8 شماره 9 بفرمایید. ببینید دوستان، شماره 2 مافیای بازیه به چند دلیل. صحبت که میکنه به بقیه بازیکنان نگاه نمیکنه، حرف معروف مافیا رو زد، دستم خشکید یه نفر بهم، این دیگه حرفا خیلی قدیمی شده دوست عزیز. بعد حالا من اینجا به شماره 8 مشکوک میشم، شماره 8 که میگه رو 6 هم هستم، اینا مثلا ولی به 2 کار نمیگیره. دوستان شماره 3 که از بازی رفت بیرون، رأی خروج رو به شماره 2 داد، به همراه شماره 4 به شماره 10 داد. بگرد بین این دو تای مافیا پیدا کن، ولی به نظرم شماره 2ه. بفرمایید. چالش برای شما، بعد من صحبت کنم. آیا شماره 8 این دوستمون گفت شما یه دونه به این میزنم، یه دونه دو سه تا هم اونور بزن در میاد، ولی شماره 4 دیگه تک تامی بس اینجای بازی دیگه. تا کجا؟ یه 9 داشتی ولش کن، دو تا یار داره، یه شهروند رفته، 3 تا مافیا داریم، 9 اصلا ما میگیم مافیا. یاراش کو؟ شما یارشی ولی اون تو تیم شما نیست، شما مافیا. شماره 2 تناقض دارترین حرف رو زدی دیگه، دستت خشکی، 2 نفر کلن صحبت کرده بودن، شما هم مافیه. خب دوستان چالش نه. چالش داشتم، ببخش. ببین شما راه هفت درست هم از شما حمایت کردم، ولی اینجا آب نداریم که شما موج سواری کردی. خب آقا چرا هیچ کی شماره 3 رو نمیگیره؟ بابا 3 روزه داره ببین به شماره 9 شک میزنه ولی دلیل نمیاره، استدلال نمیاره. شماره 4 دوستان چالش نه، شما که نوبتتون میرسه شماره 8 شما اول صحبت کن. ببین پوره تناقضی، پوره تناقضی. به من میگی یه دونه به تو میزنم، یه دونه به بعد به کی گفتی؟ گفتی که چرا تک تارگتی؟ ببین پوره تناقضی، شما 100% مافیایی، 100% دوستان. اصلا من ایشونو گردن میگیرم، آقا قبوله؟ خب آقای شماره 6 درسته؟ ببین تک تارگتی چرا؟ اتهام. تک اتهامی چرا؟ شماره 7 رو زد، 8 رو زد، 9 رو زد، الان هم میگه 10 هم مافیاست. گفته ها، ولی روی شماره 9 زیاد مانور داده. بعد یه چیزی، شما برگشتی چی گفتی دقیقاً به شماره 8؟ حالا حضور زن ندارم، شما به چه دلیل شماره 9 رو حمایت میکنی؟ چی دیدی ازش؟ تو یارات نبوده؟ شماره 10 مافیای منیا. بفرمایید. چالش دوستان، شماره 10 صحبت کن. چی شد پس؟ شما بازم حرفت یادت رفت؟ شما الان همین نوبت صحبت از من دفاع از پشت من بازی کردی، الان پشت ایشون بازی کردی. آقا بیرون. بفهمم. آقا شماره 10 شما کجای شهر نشستی که آقا بیرون؟ این آقا هیچ جا نمیره، بنده حمایتش میکنم. بعد من شماره 9 رو مورد هدف قرار میدم، کجا زدم که این همه فدایی داره؟ چرا اینقدر شیک میشه؟ هم میخوره. آقا چرا اینقدر هم میخوره؟ من میگم شماره 9 بره بیرون، تکلیف من مشخص. راه شماره 6 شما از استرس نقش دست و پات داره میلرزی، اصلا نقشت خیلی واسط سنگینه. بفرمایید. چالش شماره 7 صحبت. آقا شماره 2 100% مافیای بازیه، 100%. شماره 6 شماره 4 رو میکوبه براش تایید میذاره، شماره 4 میگه تک تارگتیم، 9 چرا نمیره بیرون، باز براش تایید میذاره. آقا شماره 2 اصلا نمیدونه با اینا بعد چیکار کنه، شماره 2 مافیای بازیه، نمیدونه بعد چیکار کنه، شماره 2 مافیای بازیه. ببین دوست عزیز، این تاییده، این نمیدونم، مثل اینکه متوجه نمیشه. ببین شماره 9 ایشون داره میگه مافیای شما، درست؟ اصلا فرض اینه که اشتباه. شما چرا به ایشون نمیگی مافیا؟ چرا به ایشون نمیگی مافیا؟ یعنی چی جا خالی دادم؟ شماره 5 شما میسین که حافظت مثل ماهی هر 3 ثانیه ریست میشه، اینجوری نشد که.
این دروغ داری میگی. شماره 10 من از روز معارف خشایار پیدا کردم، شما چرا دردت گرفته؟ بفرمایید. چالشم برای حامد صحبت کن. عزیز من نوبت صحبتم گوش ندادی، گفتم این قفلیه تو واسه مافیایی بودنته. پس بشین سگ جان. مطلب دیگه تو به من میزنی بعد لپ دوستاتو میکشی؟ نمیشه. نمیشه. مافیا، مافیا، مافیا. خب ببین دوستان، آی متین به نظر بنده مافیای بازی، آی علی مافیای بازی، آی یاشار مشکوک. چرا تک اتهامی آی یاشار رو نمیبینه کسی ولی تک اتهامی آی امیر حسین رو هی داریم بهش اشاره میکنید؟ خب این برای من مشکوکه. من نه با آی حامد رای میدم نه با آی امیر حسین رای میدم، امروز با آی علی رای میدم که یه چیزی رو تا گفت شماره 10 سری چالش گرفت پشت بندش زد. به جفتتون رای میدم یه صحبت کنید، قطعا یه چیزی بین شما هست دیگه. یه هولداد تو هم گرفتی سری. بفرمایید بچر میم سراغ رای گیری. خشایار، محمد رضا، امیر حسین، سعید، علی، یاشار، پوریا، حامد، متین، بیستید لطفا. خب دیگه مثل اینکه اینجا بشین پاشو محمد رضا شده. از اسمم مثل اینکه خوشتون اومده یا شمالی هم. ببین من میگم شماره 5 نمیاد، شماره 9 نمیاد، شماره 4 نمیاد. شما بگین چه شما 11 بیاد بالا پس دیگه آقا ولش کنید. دیگه دفاعی ندارم بابا. بفرمایید. بله شش. ببینید من اگه مافیای بازی بودم اینجا یه اتهام نمیزدم به 4 که همه دردشون بگیره. من اتهامو زدم از همه خوردم. بعد اینکه به شما اتهام زدم همه به من زدن. اینجا یه بازی شهروند به من رأی نمیده. شما آقای شماره 9 هیچ حرفی در مورد من نداری ولی بهم رأی میدی؟ خیلی زیاد. متین خب ببین من از شماره 9 دفاع نکردم، گفتم میگید مافیا دلیل بیارید. دوستان نمیشه بدون دلیل بندازیم بیرون. آقا شماره 2 مافیاست. ببینید دست شهروند برای ما هم نباید بیاد بالا. دست شهروند نباید بیاد بالا. ببین مافیا اومده بالا. خب علیا نمیدونم ولی من اون هول مافیاییم. سه عزیز بیستید. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای محمد رضا. علی، متین، محمد رضا سابقه دار، علی شما هم همینطور، متین کلام آخر. ببینید دوستان اون ور بازی سنگین تره. خب امیر حسین رو ول نکنید. ببینید محمد رضا رو ول نکنید دوستان. بعد ما شهروند بود. خسته نباشی متین، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. کارگاه بخوابه. تک تیر انداز. بخوابه. پزشک تو حق انتخاب. علامن روز میشه و شهر بیدار.
خداحافظی میکنیم با شماره 8. پوریا خسته نباشی، ماسک رو بردار و پشت صحنه همراه باش. بفرمایید. مافیا زدی بکنم 6 مافیا بود. حالا باید برم اونور ببینم که بس گفتم یا نه. 6 پزشک پس اشتباه زدم، من تبر بودم. کیه من از مافیا بکنم؟ خشایار دو فکر کنم مافیا هست. اون بغل اسمم کاراگاه استعلامش گرفته بود. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره 3 نفر رو از دست دادیم، هر 3 شهروند. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت. بفرمایید. خب فکر کردم چالش ما خشایار. بفرمایید. ببین آیه سعید برای بنده شهرونده، آیه امیر حسین برای بنده شهرونده، خودم شهروند. آیه حامد شما مافیای بازی هستی، آیه یاشار مافیای بازیه و آیه محمد رضا. خب نه چالش دادم دیگه. ببین خشایار، تا الان داشتی میزدی منو، چرا شهرونده شدم؟ کاری ندارم، حالا ولش کن فعلا، چون اتهامت یکی بود فعلا شهروند. علی جان شماره 6 باختی یا تموم شد؟ قشنگ تموم کردی. ببین کلا استرس این وسط دیگه، روز سوم استرس دیگه بی‌معنیه، از اینجا دیگه بی‌معنیه. میگم خشایار رو می‌خواستم بکنم ولی فعلا چون فعلا حالا هدفش با من یکیه، کاریش ندارم. رأی من آقا شماره 6. آقا شماره 7 صحبت کن. آقا شهروندی یا نه؟ رو کارتت چی نوشته؟ ببین موقعی که 3 نفر اومده بودن بالا، اگر این 2 نفر جفت شهروند بودن به همم رأی نمیتونستن بدن. مافیا دلیلی نداشت شهروند سومو بیاره بالا. شماره 2 مافیای بازیه. دوستان حالا چرا گوش کن؟ آی شماره 7، آی شماره 2 مافیای بازیه. نظرت راجع به شماره 6 و شماره 9 چیه؟ آقایی تو واقعا دوست دارم. آیا شماره 6 شما مافیایی بازی، شما اصلا نمیدونی داری چی کار میکنی، هنوز اعلام شب نشده، ماسکو زدی، اصلا تو خودتی. آقا یه نقشه بازی ولش کن، واقعا داری از دست میری زیر نقشت. بفهمید. چالشم برای شماره 7. اول من شما هر میتونی هر جوری خودت دوست. آقای خشایار، من الان دوستان آقای خشایارم برام مشکوک میشه. چرا آقای خشایار، چرا از اول بازی به شماره 2 گیر نمیدی؟ از اول بازی شماره 2 هم که شهروندت خود اصلا کاری نداره. دلیل بعدی مافیای سومت کیه؟ ایشون من سومی کیه؟ ببین زیبا، ببین استاد، الان وقت این کار نیست. ما اصلا من مافیا، ایشونم مافیا، درسته؟ ایشونو آوردیم بالا، زور داشتیم آوردیم. چرا رأی ندادم شماره 10 بره بیرون؟ چرا رأی ندادم؟ من باید بیام بالا که رأی بدم عزیز من. شما مثل که اینجا واسه زیادیه بازی واسش. خشایار خیلی دیره الان من مافیا. چالشم برای امیر حسین، بعد بنده صحبت کن. خب آیه یاشار، شما ایشونو میگی نه، ایشونو میگی نمیدونم، میگی شماره 2 مافیا، پس بین ما 3 نفر بعد 2 تا مافیا دیگه داشته باش. چرا نمیگی 3 دوستی که روبروی بنده نشستن به قط مافیای بازی؟ 3 دوست مافیای بازی، اینو نمیدونی اون مافیا نیست؟ مگه داریم شهروند 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 شهروند؟ ببینم میتونی این بازی رو ببری یا نه. آیا یاشار مافیای بازی؟ آیا حامد مافیای بازی؟ وای علی بچرخه. چالش مال تو صحبت کن آقا یاش. خشایار چالش دارم، چالشتون بفرمایید. عذر میخوام آیا شماره 9 زر تون داریم بس با هم میریم. آیا شماره 2 شما تو دفاعیت دقیقاً چی گفتی؟ شما تو دفاع چی گفتین؟ از من خوشتون نفر 11 بدین چسی رأی هم نیوردی، ولی از تو مهمتر دارم. 6 شهر باید به اجماع برسه. شما چالش مال شما، شما صحبت کن. آقا 6 رو داری؟ تو الان استرس داشتم، از این به بعد نهرم. آقا شهر 4 تا این بحرانی ترین وضعیته. شماره 4 رو بدین بیرون، من گردم میگیرم. آقا شماره 4 رو من گردم میگیرم. آقا شماره 2 10 رأی ندادی به خاطر اینکه خودت توی دفاعیه بودی برای بفهمت. دیگران شما گوی 6، من از شما عذر میخوام، بهت اتهام نزدم ولی واسه چی به تو رأی دادم؟ به خاطر اینکه خشایار که احساس میکردم سفید این بازیه، حرفش زد گفت 6 شدم، منم 6 شدم، ولی یعنی اتهامای من 8 و 10 بود، با 2 بود میتونستم رأی بدم ولی ندادم، به حرف تو احترام گذاشتم. ولی 4 میخواد حالا منو بی خیال بشه، تو رو بولد کنه.
نکن چالش من نکن این سم آقا خوب گوش کن ببین چی میگم. چالش هم برای آقای سعید بعد صحبتم. خوب گوش کن. شماره دو دیروز سوتی بد داد. برداشت به شماره 9 چی گفت؟ گفت شماره 9 شماره 4 از اول بازی داره میکوبته. چرا بهش نمیگی مافیا؟ من از اول بازی دارم میکوبم شماره 2 رو. به من نمیگه مافیا. شماره 2 مافیای بازیه. این یک. حالا شماره 4 مگه از اول بازی رو نه نبودی؟ 2 و 6 دارن همو میکوبن. به 2 میگی مافیا، بعد میگی حالا بهت کار ندارم 6 بره بیرون. شماره 4 مافیا. خب ببین آقای شماره 6 چطوره شما بره بیرون من تو رو گردن بگیرم؟ چطوره خوشت اومد شما بره بیرون من تو رو گردن میگیرم؟ این حرفی که میزنی بدون استدلال بره بیرون من گردن میگیرم اینجای بازی که ببری؟ نه داداش من اینجوری نیست. به هیچ کس چالش نمیدم. خب چون حرف آخر رو دست قبل زدی منو آوردی تو دفاعیه، الان میخوای بیای پایین؟ آقا گردن منو گردن میگیری؟ من اینو گردن گرفتم. خب چون روز اول اسمش اومد دیگه هیچکی بهش نه رأی میده نه در موردش حرف میزنه. هیچکی در موردش حرف نمیزنه. آقای شماره 5 اگه اینجای بازی شهروندی با من بازی نکنی باختی. اینو بهت بگم. شماره 7 برام شهروند، شماره 5 هم شهرونده. سعید شماره 2 خشایار خیلی زده. آقا به صدای زنگ توجه کنید لطفاً. رای گیری میکنیم. رای گیری برای خشایار. بایستید لطفاً. محمد رضا، امیر حسین، سعید، علی، یاشار، حامد. تا الان داشتی با دست شنا میکردی قایقتو تکون میدی، الان باید پارو بزنی دوست من. دیگه اینجا جای آزمون خطا نیست. شما و شماره 6 قطعا هر کدوم به این بیرون گله. آیا شماره 9 شما به من زن نزدی؟ چه رأیی به من میدی؟ شما هم اینجا مشکوک میشی. اما فعلا امروز یا 6 یا 7. بعدی این یه اتحادی رو شما رو کردین که واسه اینجای بازی یکم زوده. متاسفانه شهر بازی یه ذره کند عمل کرد. درست های شماره 6 شما این هم ستاتون با هم دستا بالا واسه ما. واسه چی؟ شما مافیای بازی. آیه شماره 9 شما مافیای بازی. بنده از نوبت اول دارم هدف میزنم به شما. چرا هیچ اتفاقی واسهت نمیفته؟ واسه خودت مشکوکی نیست؟ چیه بازی میشی؟ بفرمایید. آخشا خیلی زیبا دارم بهت میبازم. شماره 2 شماره 4 مافیای صدید. واقعا درست ترین حرفو زدی. شهروندا خیلی دیر همو پیدا کردن. خیلی. همون روز اول که شما قفلی زده بودی اگه میرفتی بیرون اینجا ما انقدر واقعا ترس و جوش نمیخورد. 2 4 آقای سعید. بفهمید. این آقای سعید و آقای خشایار نمیدونم داره کدومشون بد بازی میکنه. دوستان خوب گوش کنین. میخوام از طریق برهان خلف بهتون اثبات کنم شماره 2 مافیاست. اگر شهروند بود مافیا امروز میکوبیدنش، میگفتن تو چرا دوبار اومدی تو دفاعیه ولی از بازی بیرون نرفتی؟ امروزم بار سومش داره میاد تو دفاعیه. بابا این شهروند نیست که این مجروش راه نمیفته. دوبار اومده با 4 تا رأی میاد، با 2 تا میشینه، با 5 تا میاد، با 5 تا میره بیرون. نمیفهمی؟ خب از لیاقتت باخته. بفرمایید. سعید خشایار یه کدومتون شهروندی؟ یعنی این سبک بازی به من نشون میده 2-4 به قط مافیان؟ یه کدومتون شهروندی؟ نکن هیچ کدومتون از اون سمت به من چالش نمیدید، فقط این سمت به من چالش میده. نمیدونم اونی که هست به 4 که مغز متفکرشونه رأی میده. دوستان بایستید. شما با هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای محمد رضا، امیر حسین، علی، یاشار، حامد. بفهمید بشینید. خشایار از اون لجبازی افتاد، چی کار میکنی خشایار؟ آقا خوب گوش کن. کشته شب آقای پارساه. آقای خشایار چالش میگیره منو میکوبه، به شماره 2 گیر نمیده، نمیگه شماره 2 از کجا میدونی من شهروندم. همون اول صحبت به تو گفت شهروند.
بین این چهار نفر سه تا مافیاست. تکتیر انداز بازی اگر توی بازی هست خوب گوش کنه، بین دو و چهار مغز یکی هدف بگیر. تمام. متشکرم یاشار. خودت اعلام کردی یاشار زره پوش شهرمونه و از این به بعد گروه مافیا اجازه ی مذاکره با ایشون رو نخواهد. دوستان خارج مافیا سه مافیا چهار هم میزن. تمام شد با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدارشن. 10 ثانیه فرصت. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. کارگاه بخوابه. تکتیر انداز بخوابه. پزشک یک حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. رئیس مافیا بیسته. مذاکره کننده مافیای ساده. شهر ما شکست خورد. دوستان لطفاً ماسکاتونو بزنید. ماسکاتونو بزنید لطفاً. آقایون پشت صحنه تشریف بیارین. آقایون خسته نباشید. خسته نباشید. ماسکتو بزن لطفاً. شماره 5 6 ماسکتونو بزنید. خدا نگهدار. من شماره 9 گرفتم، چرا بهش رأی نمیدی؟ من استعلام گرفتم، دو تا استعلام منفی، سه نفر رو میبینم دارن من بازی میکنم، باید بهشون شک کنم. من کاراگاهم، چجوری میشه سه نفر دارن من بازی میکنم؟ یه دونه مافیا رو میگه نه، اونو میگه نمیدونم، گیجم میکنه، مجبورم بهش رأی بدم. ببین یاشار برای تو حس شهروندی نداشت. اون کلامش کلام شهروندی بود. شهروندی بود ولی وقتی میتونه نمیدونم لج بود. سر لج بازی با هم افتاده بودیم، یه چیزی مقابل هم بودی. کاش زودتر داده بودیمش. هی میگفتید من از اون بالا داشتم میدونم. کتاب باز کتاب بازی که نشون دادید داخل سه تاشون با هم رنگ میداد. من کتابش باز بود. من یه سوالی بکنم، مافیای بازی دو روز اومده تو دفاعی از بازی بیرون نمیره؟ آخه زنای من نمیومدن بالا. اگر ایشون شهروند بود تو روز آخر که 7 نفر بودیم همه میگفتن. میدونی چرا خب بعد یه چیز دیگه وقتی داره یاشار چرا رأی نمیده؟ یاشار داره سفت میکوبه زیرو، نمیاد خودش زیرو بزنه. نباید سفت بکوبه. من کاراگاه شب یک. آره دیگه یه چیزی رو بلند کرد. آخه یه چیزی رو بلند کرد. ببین دلیل باخت شهر میدونی چی بود؟ شهر به همه اعتماد نکرد. من شما رو 9 بازی گرفتم، 2-10 باره داره بشین باشه بشه واسه چی رای نمیدی؟ ما به تیر موفق شب بردیم. آره حرفای روز دکتر آره بازی خدا رو شد عالی بود. همش عالی برد مافیا خدا رو شکر نداره ها، ولی اینکه تونستیم همدیگر رو حفظ کنیم واقعا من راضی بودم از بچه‌ها. ببین یعنی 3 تا اتهام از تا 2 تاش درست، اگه بودم میزدم. من یه چیزی بگم، پارسا رو من اعتراف صادقانه میکنم از ترسم زدمش، چون واقعا پیدا میکنم عالی پیدا میکنم. بازیکنی که توی شب کشته بشه بازی بره بیرون، اونم نوبت اول بازی برابر با برده براش. آره دقیقاً. بابا قرونه شماره 1 باختی. ول نمیکنه به شکل شکل. به نظر من خشور که یه بازیکن خیلی خوب بود، خیلی روی بازی شهروندا تاثیر داشت. هی میخواستیم اطمینان رو بهش ایجاد کنیم، هی یه جا دیگه میرفت نمیدونم. بازی به نظر من شهروندا اصلا با هم اتحاد نداشتن، یعنی ما فقط به خاطر عدم اتحاد باختیم. وقتی که دو تا شهروند بلند میشن همدیگر رو گردن میگیرن، 4 میگه 6 رو گردن میگیرم، 6 میگه 4 دیگه شهر. ولی شماره 2 من تعجب میکنم 3 روز میاد تو دفاعیه نمیره بیرون. باید بفهمیم مافیاست، ولی بازی خوبی بود. بازیه دیگه، باید به خاطر اینکه توی زندگی واقعیتون شما دروغگوها رو بشناسین ما اینجا دروغ خوب بگیم دیگه. بازم اگه ناراحت شدین چون کلین شیت بردین من روم سیاه، عذرخواهی میکنم ازتون. شهر 3 دسته شهروند داشت که هر کدومشون یکی از مافیاها رو
گرفته بودن، اتحاد نداشتن. یه بازیکنی داشت سعی میکرد که اتحاد رو برقرار کنه که از قضا کمر شهر رو هم خورد کرد. شماره 4 به هر سه دسته رأی داد، یعنی به هر سه دسته ای که تو ذهنش شیده بود رأی داد. این کار اشتباهیه. سری جملات کلیشه‌ای که تو زمان اشتباه تو جای اشتباهش استفاده میکنن، اینا همش از تجربه پای به نظر من میاد. و واقعا باز تاکید میکنم خواهشان دوستان برن تمرین کنن، دوستانی که شرکت کنندن برای فصلهای بعدی تمرین کنن، مخصوصا این سبک بازی رو که تجربه بره بالاتر. امیدوارم که بازی بعدی جذابتر بشه. اعتماد اصل اول بازی مافیاست، یعنی یه موقعی که یک نفر داره یه نفر رو حمایت میکنه یا داره اتهام بهش میزنه، باید یه جایی از بازی اعتماد چک بگیره، یک نفر رو بدن بیرون و بابت اون کسی که دادن بیرون پاسخگو وجود داشته باشه. الان شماره 10 که رفت بیرون هیچ کس پاسخگوش نبود، بنابراین شهر کماکان در گره مانده بود. امیدوارم که بازی بعدی جذاب‌تر باشه. خب بازی اول فصل هفتمون رو دیدیم، بازی بود که به نظر من دو گروه از شهروندها هر کدوم یک مافیای قطعی داشتن، ولی علت اصلی باخت شهر رو میتونم بگم خود رأی بودن و عدم تعامل بود. یه عده شماره 9 رو مطمئن گرفته بودن، یه عده هم بازیکن شماره 2 رو، ولی نتونستن در قالب یک تیم با هم همکاری کنن. همین دعوا فرصت رو برای سوء استفاده مافیا داد که کنارش یک شهروند میومد و از بازی خارج شد. شهر ما هم دیگه نمیشه، چون شماره 7 تمام عددی لازم برای مافیا یک فرد رو برد ولی کسی بهش توجه نکرد. ارادت شهروندای ما تو خواب بودن که شهر فرو ریخت. 3 روز و 3 شب متوالی کافی بود تا شهر ما فرو بریزه. شهر خواب بود و شهروندا در خواب ناز. زمان چیزیه که بیشتر از همه دنبالشیم. زمان چیزیه که همه ما مینالیم که وقت کم داریم یا وقتشو ندارم و نمیتونیم. ولی زمان چیزیه که همه ما داریم. چیزی که نداریم اینه که نمیتونیم اونو مدیریت بکنیم. مدیریت زمان نداریم. حالا مدیریت زمان به کنار، مدیریت کیفی زمان از مدیریت کمی زمان مهمتره. اولویت، حفظ اولویت ها. شهر ما اولویت هاشو گم کرد، نتونست به خوبی از زمانهاش، از این روز و شبهای متوالی استفاده بود. وقتی درست به حرفای همدیگه گوش نکنیم و متحد نباشیم خیلی زود دیر میشه. یادمون نره زمان خیلی با ارزشتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. بدرود.